درود خدمت دوستان گرامی، این ویدیو رو به چند تا چیزهای مختلف اختصاص میدم. اولش از این وزیر امور خارجه بی سواد شروع کنم، آقای امیر عبداللهیان، که معمولا وزیر امور خارجه رو تو همه کشورهای کسی میذارن حداقل یه زبون خودش و زبون مادری بلد باشه، اونم انگلیسی باشه. حتی در روسیه که خیلی ها زبون خارجی صحبت نمی کنن، آقای لبراف وزیر امور خارجه شون انگلیسی صحبت میکنن. مال ما که مدت زیادی آقای ظریف بود و انگلیسی هم واقعا فوق‌العاده بود، حالا شخصیتش چجوری بود و دروغ و اینا میگفت و اینا بماند، ولی انگلیسیش فوق‌العاده خوب بود. من شخصا هیچ‌وقت نتونستم از انگلیسی فرد یک کلمه ایراد بگیرم. و جالبه که جانشینش حالا یه کسی آوردن که اصلا تقریبا بیغه. من فکر کنم این الان باید بره کلاس های شکو شبونه اسم نویسه یه سری کلاس. و خلاصه این داستان من یاد این میندازه که یکی از دوستان ما خانومش لیسانس زبون انگلیسی بود، بعد نمیدونم به شوخی یا جدی میگفتش که حالا تازه ثبت نام کرده کلاس شکو. کلاس شکو کلاسی بود که انگلیسی خوبی درس میدادن، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی میگفتش که تازه میخواد بره کلاس شکو انگلیسی یاد بگیره، یعنی اون لیسانس زبانه به درد نمیخورد، حالا تازه باید بره کلاس شکو. این آقای امیر عبداللهیان هم من خیلی پیشنهاد میکنم شدیدن که ایشون کلاس های شکو رو برن در محاوره، برای اینکه حالا محاوره از همه چیز مشکل تره، قبوله، ولی اگه محاورتون خوب نباشه معلومه که شنیدنیاتون هم خیلی خوب نیست. مثلا توی یه جای نشستین دارن راجع به ایران صحبت میکنن، یه چیزی میگن شما ممکنه کاملا عوضی بفهمید و این اصلا اشتباه فهمیدن شما باعث جنگ جهانی بشه. بنابراین من پیشنهاد خیلی مصرانه دارم که یا وزیر امور خارجه ایران باید انگلیسی بلد باشه، حالا در حد آقای ظریف خیلی عالی بود، فوق‌العاده عالی بود، در حد اون حالا نباشه خوب باشه. بعدیش اینه که 90% اونایی که خب انگلیسی بلد نیستن میبینن یارو داره یه چیزای انگلیسی میگه، فکر میکنن که خب انگلیسی حرف میزنه، در صورتی که انگلیسی حرف نمیزنه، این داره چیزای بغور میکنه، همش هم غلطه. ولی برای کسی که انگلیسی ندونه فکر کنه که آقا وزیر امور خارجه ما انگلیسی بلده داره حرف میزنه. این از داستان این آقای وزیر امور خارجه انگلیسی ندون. موضوع دیگه، دوستان بارها و بارها به من گفتن آقا راجب فرخزاد یه ویدیو درست کن، به اندازه 15 دقیقه مطلب نمیدونم، ولی اون چیزهایی که یادمه خدمتتون میگم دیگه. اینم از این داستان. فرخزاد تا جایی که من میدونم فوق لیسانس علوم سیاسی بود، البته الان میگن دکتر تو ایران کلا دکترا و پروفسوری رو خیلی زود به همه افراد میدن، نمیدونم واقعا دکتر بوده یا نه، ولی تا جایی که من یادمه از اون موقع ایشون تحصیلاتش فوق لیسانس علوم سیاسی بود. من تو روزنامه ها خونده بودم اینطوری اون موقع ها. این از اون. بعد از نظر چیز من توی یکی از فامیلامون ایشون رفت آمد داشت، میومد و میرفت و با این خانم آشنایی داشت، خانم خواننده بود اینم. در نتیجه این آدمای هنرمند من خیلی تو اونجا میدیدم، یکیش هم ایشون بود، به خصوص موقعی که دیگه برقا رو قطع کرده بودن، شبا خاموشی بود به خاطر بمبارون و اینا، ایشون رو زیادتر از مواقع دیگه میدیدیم. میمد اونجا خونه همین فامیل ما و پنجره هم که همه رو بسته بودیم و همه چیز بسته و خلاص از این ور اون ور و جوک و این حرفا. یه بار یادمه که این فامیل ما یک دونه چیز داشتن، خدمتکاری داشتن به نام عبدالله، موتور داشت و خیلی هم عشق این داشت که بره تو کار سینما. خلاصه اینا هم اطلاعات رو به فرخزاد رسوندن و این هم اومد گفت عبدالله من میخوام یه فیلم درست کنم، کسی میشناسی این طرف ها مثلا هنرپیشه خوبی بخواد باشه و فلان. این عبدالله گفت آره من خودم فلان. گفت خب میخوایم کسی باشه که موتور سواری هم بدونه، حالا عبدالله میدونست موتور سواری و موتور داشت. گفت من خودم موتور سوارم اینا. گفت انگلیسی هم باید بدون، آخه فیلمه به انگلیسی قراره تهیه شد. گفت من یه چیز بلدم، این خونه یه پرستاری هم داشتن خارجی بود و مستخدم های دیگه هم مجبودن یا مجبور نبودن، ولی سعی میکردن یه انگلیسی هم از قبل یاد بگیرن. خلاصه فرخزاد گفت خب صحنه اینجوریه، تو داری با موتور میای اینجا، پشت خونه هم یه مدرسه بود
این مدرسه بچه‌ها میان جلو، تو عجله داری بری، میخوای به این بچه‌ها بگی بچه‌ها بذین کنار مثلا، چی میگی؟ این عبدالله یه ذره فکر کرد و یفی گفت children going. چیلدرنش خواب میشه مثلا بچه ها، ولی مثلا اگه بخوای امری بگی باید بگی مثلا go یا نمیدونم یه چیزی شبیه، ولی children going مثلا چیز نیست، ولی خلاصه اینا رو میگفت و میخندید. دیگه خاطراتی که دارم، توی خونش با چند تا دوستان رفته بودیم، یک دونه قالی بزرگ با علامت صلیب شکسته هیتلری داشت، حتما قیمتی بود، تمام اسم ایالت‌های آلمان دور و برش بود و وسط هم صلیب شکسته. جالبه که این خونه درست دیوار به دیوار خونه دکتر حسابی بود، شما دکتر حسابی رو میشناسیم و رفت و آمد داشتیم به خاطر پسرشون و هم مدرسه بودن پسرشون با ما. و این خونه که فرازاد خریده بود مال یه دوست دیگه‌مون بود که باز تو مدرسه هدف هم کلاس ما بود، این خیلی سال پیش مرحوم شد، و این فرازاد خونه اونا رو خریده بود یا ساختمانی که قبلا مال اونا بوده یا کسی که ساختمان اونجا ساخته بود، خلاصه هرچی هست، و خونه مثلا دو سه اتاق رو تبدیلش کرده بود به یه دونه اتاق خواب و یک سالن بزرگ برای مهمونی. این هم از این خاطره دیگه. یک روز دیگه در همون مهمون، در همون خونه پارتی بزرگی داشت که دوستانش که در کمیته بودن و از آبجو و مابجو و تمام چیزایی که حروم هست و قدغن هست براش آورده بودن، و دوست پسرش هم بود. دوست پسرش منتها فکر میکنم گی نبود، فکر میکنم حالا به خاطر احتیاج مالی یا موقعیتی مثلا با این دوست شده بود، و اگه این در مورد گی بودن شک نداشته باشین که گی بود، و اولین نفری هم بود که گی بود، قیافش هم اصلا نمیخورد گی باشه، و مردم ما هنوز، ما خودم تا اولا که آمدم امریکا هم حتی افراد میدیدم یه مثلا سیبیل کلوفت میگفتن گی، میگفتم آقا این مثلا سیبیلش به این کلوفتی مگه میشه؟ بعد فهمیدیم نه آقا میشه، انواع اقسام شکل ها ملت میتونن باشن. به هر حال دوست پسر دوست دخترش رو یواشکی تو مهمونی جا زده بود، مثلا مهمونی 100 نفره بود، گفتم اول اینا میاد اون وسطا کسی نمیفهمه. بعد یه جایی من توی حیات رفته بودم نمیدونم اون سگ معروف جرمن شپردش رو ببینم یا چی، دوست پسر رو کشید بیرون با فحش بدجور که دوست دخترت آوردی اینجا، فکر کردی من خرم نمیفهمم، اینم یه قسم هایی که نه دوست من نیست و دوست یکی دیگه است، و اونم به حال فکر کنم یه ذره حالا چیز اون چیز زنانگی رو داشت، هوش زنانگی که این چیزها رو میفهمن، مردای موقع دوزارشون نمیفته، زن ها خوب میفهمن، یعنی یکی وارد مجلس بشه میفهمن که این با شوهرشون رابطه داره یا یه برنامه هست. اینا به حال یه بد و بیرایی هم به اون گفت. اتفاقا اون شخص ما در اون دورانی که اینو میدیدم با دو دوست پسر مختلف دیدم، حالا هیچ کدوم اسم نمیارم به خاطر به حال آدمایی هستن که الان لابد دارن جایی زندگی میکنن. دوست پسر دوم بیشتر ماشینش رو رانندگی میکرد، ماشینش رو من از این نظر، الان که من که ماشین بازم کلا ماشین علاقه داشتم، من یه بنز 300 SEL داشتم با موتور 3.5 لیتری، و ایشون یک تو همون 280 SEL شو داشت با موتور 3.5. هنوز من نفهمیدم فرق این دوتا چی بود، چون همه چیش سایز و اینا یه شک بود، منتها مال من مال جشنای 2500 ساله شاهنشاهی بود که یه فامیلمون خریده بود و بعد ما هم یه جوری خریدیم، مال اون نقره‌ای رنگ بود، ربطی به جشنام نداشت، بنابراین خودش لابد وارد کرده بود. اینا این تعمیرگاهی که من ماشین می‌بردم، یه روز ماشین رو بردم وقتی اومدم خونه کار داشتم، صندوق عقب دیدم آقا یه پیچ، یه چیز مهره پلاستیکی که چراغ از عقب صفر نگه می‌داره نیست، و من مطمئن بودم ماشین من داشته اینو. برگشتم تعمیرگاه که آقا اینو چیکار کردی؟ یارو گفت مسئله نیست، رفع روی ماشین دیگه برداشت رو ماشین من بست. این تعمیرگاه در زرابخونه بود، و اینو که کرد من دیگه فهمیدم که آجو این با من این کارو کرده، یعنی ماشین منو برشته به یکی دیگه بسه، حالا من اومدم اعتراض کردم حالا اونو ماشین من بسه، فهمیدم اینا در این بیزنس هستن که مال ماشینا رو به من دیگه قرض بدن. یه روز ماشین من رفتم که کار داشتم اونجا سرویس کنم اینا، همون موقع دوست پسر بنز فرخزاد آورد، فنرهای بادی همه خوابیده بود، این بنز اشکالش این بود که خراب که میشد و اینا، نمیدونم حالا پمپش هر چی، ما
ماشین دیگه میخوابید و روشن میکردی شاید نیم ساعت طول میکشید بلند شه بیاد بالا. من ماشینم رو تقریبا گذاشته بودم اومدم برم، این آقا رسید با این ماشینه، همون کسی که دوستش بود، سلام علیک کردیم اینا. من تا دیدم این باد ماشینش خوابیده گفتم این الان من ماشینو بذارم، مال منو باز میکنن، رو ماشینه میبندن، اونم به هر آدم شناخته شده حتما باید بیشتر مواظب اون باشن و هیچی دیگه، ماشین ما بدون کمک کردن میشه. یعنی که به یارو گفتم آقا من اصلا یادم نبود، من امروز نمیتونم بیارم ماشینو بذارم اینجا، من میبرم یه روز دیگه میارم، و بردم و بعد یه روز دیگه بردم تو تعمیر. این از اونجاها دیگه. کجا من دیگه دیدمش؟ آخرین باری که دیدمش تو سان فرانسیسکو بود، خونه یکی از فامیلا. دوباره یه دو سه ساعت همه نشسته بودیم حرف از این ور اون ور رو اینم بود، و هم اوایل انقلاب هم بود فکر کنم مثلا 3-4 سال اول انقلاب بود، و همین دیگه. من جای دیگه ندیدمش و هیچ چیزی نشنه هشتم، ولی آدم بسیار خوبی بود، یه انسان بود. و حالا چیز سکسش به خودش مربوطه، من که نظرم اینه که این داستان سکس مسئله ژنتیکیه، اگرچه بعضی ها میگن نه اصلا به ژن ربطی نداره. من دورور خودم دیدم کسی که بچه ای که از پسری که از 2 سالگی کیف زنونه دستش میگرفته ماتیک میزده، و خود پدر مادرش که پدرش هم آدم بسیار خشنی میگفت این فکر کنم آخرش گی میشه خلاصه، و پسر بزرگ شد و گی هم شد. یعنی دیگه از این بابا خشنتر و چیز نمیشد توی خانواده‌ای که خیلی محکم و اصلا از این خبران نبود. این بچه اصلا از اون اول داشت نشون میداد که این یه داستانش با بقیه فرق میکنه، و کیف زنونه دستش بگیره ماتیک بزنه، با دخترها همش بازی های عروسک بازی بکنه. به هر حال اینم حتما این آقا هم فرقی داشته که از اول اینجوری شده، و اینا خب به نفعش نبود که میتونست، اگه میتونست معمولی باشه از نظر موقعیت اجتماعیش خیلی به نفعش میشد، چون موقع هنوز ایرانی ها به گی عادت نداشتن، یه چیز مسخره بود براشون. این که من فکر میکنم که به نفعش بود که نباشه، ولی لابد نمیتونستی که اگه میتونست که کرده بود این کارو. من اتفاقا اول که اومدم امریکا با یک آقا و خانومی دوست شدم توی مهمونی، که آقا یک سیبیل خیلی کرد و کلوفتی داشت، و خانومش هم گوینده تلویزیون در زمان شاه بود، منتها گوینده درجه 1 نه، مثلا شاید درجه 2، مثلا آخر شب اعلام میکرد فیلم سینمایی تموم شد و فلان این حرفا. من با اینا دوست شدم، و بعد از 2-3 سال که با اینا دوست شدم من ازدواج کردم. تو عروسی من دیدم اینا جفتشون اومدن با قیافه اخ، نمیدونم با هم دعوا کردن چیکار کردن. بعد یه روز خانومش به خانوم من میگه که آقا این شوهر من گی هست. خانوم من میگه مگه میشه این آدم سیبیل کلوفت و فلان و بعد میگه آره. بعد میگه خب تو چرا باش ازدواج کردی یا چرا باش موندی؟ میگه آقا درآمدش خوبه، کار خوب داره، من مجبورم خرج بچه هم داره کامل میده، بچه ای که از شوهر قبلیش داشته خانوم، و گفت داره خرج بچه رو میده، بنابراین یه جورایی با هم زندگی میکنی. ولی کاملا به خانم من گفت بود گیه. وقتی خانم من به من گفت من اصلا باورم نمیشد، یعنی من چند سال با این دوست بودم این ورون ور میرفتیم، یه دفعه من یادم افتاد که آه مثلا میخوایم بریم رستوران، این میگه بریم رستوران مثلا گیه هست خیلی غذاش خوبه. منم مسخره میکردم که آقا اینقدر ما رو میبری رستوران آخر ما هم گیه میشیم، مثلا ما نمیدونستم این بابا گیه. یه مدت ها طول کشید تا ما فهمیدیم. چند روز پیش من یه ویدیو گذاشتم گفتم که خانم لیز چینی دختر دیک چینی که قبلا وزیر چند تا کار امریکا بود، معاون آقای بوش بود و تمام بخش های وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و اینا همه دستش بود، گفتم این لزبیانه. بعد یکی از دوستانش رو هم لزبیان چیه 5 تا بچه داره، اصلا بچه مطرح نیست. من باز دوره دارم کسی رو میشناسم که خانومش 2 تا بچه هم داشتن، در یک سنی در یک زمانی خانوم میاد با آقا میگه که من میخوام جداشم برم با یه خانومی زندگی کنم. این میگه ای آخه فلان ازدواج، میگه من خلاصه معلومه که لزبیانی بوده که یا نمیفهمیده قبلا یا جلو خودشو میگرفته یا هر چی بوده، بعدا خودشو شناخته و فهمیده که لزبیانه، 2 تا بچه داره. بنابراین این داشتن بچه دلیل چیزی نمیشه. من کلا با این افراد هیچ نوع مشکلی ندارم، چه میخواد لزبیان باشن میخوان گی باشن. همیشه حتی آدم هم فکر میکنه یه چیزی نرمال نیست، ولی اینا فعلاشون آدم خیلی خوبی هستن.
و دوتا رو باز میشناسم که همین گی هستن، نمیدونم کدومشون حالا فاعل مفعول ناشو من سرم نمیشه، ولی یکیشون دکتر پزشکیه، یکیشون هم توی شرکتی شغل خیلی مهمی داره، یعنی آدم های خیلی برجسته هم هستن، این نیست که مثلا یه چیزی باشن که نقصی داشته باشن. اون آقایی هم که اول بهتون گفتم معاون یه بانک خیلی بزرگ بود، جز اولین ایرانیایی بود که من میشناختم که شغل خیلی بالا داشت، و جالبه که هی داشت به من شاید نخ میداد که من شاید دوزاریم بیفته، میگفت تو این بانک اگه بخوای بری بالا باید اونجوری باشی. من اصلا نمیگرفتم که این داره خودشو میگه که مثلا نخ بده که ما بفهمیم آقا این گیه. من گفتم عجب بانک مثلا چی چی و فلان، و تو چجوری رفتی بالا؟ این هم خب برو خوش نمی آورد، نمیخواست من متوجه بشم، منم که متوجه نمیشدم متاسفانه. خلاصه این دو داستان رو گفتیم بهتون بگیم، سرتون درد بیاریم، خوب و خوش باشید.